بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و دانش آموزان گرامی با تدریس قسمت دنباله ها در خدمت شما هستیم که قرار در این ویدیو با دنباله ها آشنا بشیم یعنی تعریف دنباله یعنی بخش اول دنباله که شامل تعریف دنباله و انواع الگوها که همون دنباله ها هستن باشون آشنا بشیم قبل اینکه که درس رو شروع کنیم من یه سری کاربورت های این دنباله رو برای شما آماده کردم که توضیح بدم که اصلا چرا ما باید دنباله رو یاد بگیریم اصلا به چه درد ما بخوره برای خیلی سوالی که اصلا چرا ما ریاضی یاد میگیریم و کجا به درد میخوریم یه توضیح کلی بخوام بدم این ریاضی مثل یک معدنه معدنی که تمام علم ها ازش استخراج میشن افراد به صورت مستقیم با معدن ارتباط ندارند. به طور مثال شما نمیرید معدن آهن بگید من دو کیلو سنگ آهن میخوام چون اصلا به درد شما نمیخوره ولی همین سنگ آهن به کارخونه ها و به کارخونه زوب آهن میره و اونجا به آلیاش آهن تبدیل میشه و شما از اون آلیاش استفاده میکنید ریاضی هم به همین صورته اما یک سری کاربرد مستقیم در علوم داره همین ریاضی امروز میخوام راجع به اونا صحبت کنیم. من سعی کردم مثال هامو از گرایش های مختلف بزنم. اولین گرایش گرایش داروسازی به طور مثال که چه استفاده از این میکنم. در داروسازی برای ساخت کرم های پوست این به طور مثال اگه این سطح پوست باشه کرم های ساخته میشه که به صورت لایه لایه است که باش آشنایی دارید یعنی این کرم به صورت لایه لایه است این لایه اول لایه دوم و هر چند تا لایه ای که وجود داره خب شما میدونید که تابش خورشید خب یه سری اشعات مضر داره که ما این پوست این کرم پوست رو ساختیم که اون تابش های مزر به پوست نرسه فرض کنید که این تابش خورشیده اشعه مزار رو خب با یووی نشون میدن مثلا یووی ما اگه اینجا صد باشه مثلا فرض کنید یووی ما صده و ما لایه های رو ساختیم که پس از عبور این لایه 20 درصد انرژی مزر خورشید رو میگیره اینا چجوری اندازه میگیرن؟ این که از این لایه ها رو میدنن توی آزمایشگاه به طور مثال این لایه رو این تابش رو بهش عبور میدن اینجا اگه صد باشه یویش اندازه میگیرن و بعد از عبور از این لایه و باستاب هم یعنی اینجا و بعد از عبور اینجا هم یویش اندازه میگیرن که اگه اینجا 80 باشه اون یعنی 20 درصد اون یوی از عبور از این لایه کم شده پس ما میفهمیم هر لایه 20 درصد کم میکنه بعد میخوام ببینیم چند تا لایه باید بذاریم که تا بشه موزر از یه عددی کمتر بشه که برای پوست نداشته باشه این با دنباله است ببینید از لایه دوم از لایه اول که عبور کنه گفتیم که میشه 80 اینجا 80 میشه از لایه دوم بخواد عبور کنه اینجا میشه 80 ضرب در 20 درصد هشتاد درصد که میشه شست و چار. خب از لایه بعدی که عبور کنه باز این کمتر میشه و این تشکیل یک دنباله با قدر نسبت 80 درصد داره میده یک دنباله هندسی اگه توجه کنید این در کرم پوست خیلی تاثیر داره برای ماسکای صورت و همه وسایل آرایشی که برای محافظت از پوست درست میشه این یه کاربردش یه کاربرد بعدیش برای دوستانی که علاقه به دامپزشکی دارن و یا گرایشات مربوط به دامپزشکی شما فرض کنید که ما یه استخری داریم که پر از ماهی، سخرا ماهی مثلا پرورش ماهی قزلالا که توش ماهی بود که توش ماهی پرورش میدن برای فروش خب یه باکتری یا یه ویروسی وارد این سخت میشه و باعث بیماری این ماهی ها میشه خب شما میدونید باکتری تکثیر میشه یعنی اگه یه باکتری وارد میشه مثل ویروس نیست که تا وارد بدن نشه خونسا باشه باکتری تکثیر میشه روز اول به طور مثال اینجا به دو تا باکتری تبدیل میشه روز بعدی میشه چهار تا باکتری به همین ترتیب رشد میکنه و همینطوری شروع به تکثیر کردن میکنه و آب رو آلوده میکنه خب شما به عنوان یک متخصص میبرن اونجا و میگن که ما چیکار کنیم که این از بین بره این باشتری ها خب این شما باید یه داروی ساخته باشید یه داروی تولید کرده باشید که سرعت حذو باکتری ها از سرعت رشدشون بیشتر باشه ببینید الان سرعت رشدش دو به توان اینه یعنی اولی میشه دو تا دومی میشه چهار تا بعدی میشه هشتا تا به همین ترتیب میره پس شما باید یک دارویی بسازی مثلا سرعت حذفش سه به توان n باشه که سریعتر بتونیم حذفش کنیم من یعنی اگه سرعت اون دارو اثرش از باکتری کمتر بشه خب باکتری اولی نمیرن که پس شما باید ترفند و روند پیشرفت این دنباله رو بدونید این میشه کاربرد دیگه دنباله یه کاربرد دیگه رو بخوام بگم توی صنعت امواج هست یعنی موجهای مختلف شما میدونید که موج به این صورته به این صورت نش پیدا میکنه فرض کنید یه سطحیه که موج باهاش برخورد میکنه حالا این سطح هر چیزی میتونه باشه میتونه گوش آدم باشه یا نر... چیز دیگه یا کلا یا کلان, ارتع... کلان ارتعاشات خب ببینید فاصله این دو تا قله موج با هم یکسانه یعنی از اینجا تا اینجا اگه ما x بگیریم از اینجا تا اینجا هم همون ایکسه اگه اینجا مبدع من باشه صفر باشه خب اینجا دوباره خوش به این صورت بوده دیگه قبلا از اینجا تا اینجا هم x دومه چرا چون از این قله تا این قله خودش x دیگه میشه x دوم پس این x من اینجا رو صفر بگیرم به طور مثال بخوایم بگیم که بعد اگه اینجوری من من صفر بگیرم اگه بگیرم میخوایم سرعت این موج رو به دست بیاریم سرعت این نوسان سرعت این ارتعاش رو که کی به این قسمت میرسه خب ما x رو داریم میتونیم با نگه داشتن زمان ببینید از اینجا ما زمان رو نگه داریم تا لحظه برخورد یه تی به ما میده ما تو فیزیک خوندیم ما تو فیزیک خوندیم که x مساوی با v t که از اینجا v میشه x بر روی t x رو که داریم t هم که داریم فاصله اینجا تا رو داریم دیگه حسابش میکنیم با متر t هم که داریم پس سرعت موج به دست میاد میبینید این خودش یه الگوریتم خواسته x تا x تا داره زیاد میشه این هم یک نوع دنبال است پس دیدیم که دنباله ها در صنعت های مختلفی کاربرد دارن و ما صرفا دنباله رو برای خوندن یه درس و یه نمره قبولی نمیخونیم باید یادش بگیریم باید واقعا بفهمیم که چیه من سعی کردم که دنباله ها رو با استفاده از نرم افزار اکسل هم آموزش بدم که چجوری براش فرمول بنویسی که توی ویدیو آخر وقتی که دنباله ها تموم میشن شما میتونید این آموزش هم ببینید و مثال های کاربردی اونجا حل شده خب این سراغ معرفی دنباله دنباله چیه؟ دنباله هر دو یا چند عددی که پشت سر هم قرار بگیرن رو میگیم دنباله مهم هم نیست الگوی خاصی داشته باشه یا نداشته باشه اصلا برای ما مهم نیست مثلا هشت دیویست هزار که ظاهرا الگوریتم خاصی رو دنبال نمیکنه ولی اینها هم یک دنباله به حساب میشه و غیره یعنی هر دو تا عددی که پشت هم قرار بگیرن میگیم دنباله حالا بعضی از دنباله ها یک الگوریتم خاصی رو دارن میرن جلو و ما میتونیم اونها رو پیش بینی کنیم مثلا این دنباله که من این بالا نوشتم مثلا میتونم بگم که داره سه تا سه تا میره جلو ببینید مثلا جمله اول سه بهش اضافه میشه جمله دوم سه تا جمله بعدی هم سه تا بعضی ها رو میشه پیش بینی کرد بعضی را هم نمیشه این اصلا مهم نیست چون جفتشون رو بگیم تو انواع دنباله ها یا الگوها. الگو ها الگو اسم دیگه دنبال است هیچ تفاوتی نداره میتونیم به دو تا دسته کلی الگوهای خطی و الگوهای غیر خطی تقسیم بندی کنیم الگوهای خطی چند؟ الگوهایی که یعنی این متغیر شما میدونید که این شماره جمله است و این جمله انومه مثلا جمله دوم با سی دو نشون داده میشه من یه مثال اگه بخوام بزنم مثلا دنباله سه شیش نو و غیره این یک دنباله خطیه چرا؟ چون داره یک مقدار ثابتی بهش اضافه میشه یعنی تشخیص دنباله خطی بودن همینه یک مقدار ثابتی به همه اعضای دنباله اضافه بشه. نحوه نوشتن جمله عمومی هم شم شما تو سالهای هشتم نهم یاد میگیرید که چجوری جمله انوم ای این رو بنویسید که جمله انوم ای این به این صورته سه این میشه جمله عمومیش یعنی AN. میشه 3n یعنی مثلا من جمله اولو میخوام بعد به جای n1 بذارم و میشه 3 جمله دومو میخوام به جای n2 میذارم میشه 6 و همینطور میره جلو مثلا من جمله 100 میخوام به جای n میذارم 100 دیگه نمیام دونه دونه 3 اضافه کنم تا مثلا 100 تا جمله برم جلو چون طولانیه من اینو به این صورت نوشتم که کارم راحت کنم با همینطور که میبینید این 3n درجه n یعنی توان n یک ما به جمله های عمومی که یعنی این جمله که الگوی یک دنباله رو پیش بینی میکنن و درجه یک درجه n یک است توان n یک است میگیم الگوهای خطی یعنی به این صورت اینجا هم توان n یک یعنی الان مثلا من بخوام این رو با این مقایسه کنم این برابره با سه اینه و علاوه سفر یعنی سی من تو این دنباله تو این جمله عمومی سفره و آی من سه میخوام اینو با این مقایسه کنم پس این یک الگوی خطیه چرا خطیه؟ چون داره یک الگوریتم ثابتی بهش اضافه میشه یعنی همش داره به علاوه سه میشه این میشه الگوهای خطی حالا الگوهای غیر خطی چی هن؟ الگوهایی که توان این متغیره دو یا بیشتره من اینجا دو گذاشتم چون تو کتابتون شما فقط با دو سر کار دارید ولی سه هم درسته یعنی هر چی غیر از یک باشه ما به عنوان الگوهای غیر خطی میشناسیمشون ولی من اینجا دو نوشتم چون تو کتابتون فقط الگوهای خطی درجه دو رو بررسی کرده و ما همین کار انجام بدیم حالا نحوه تشخیص اینا چه الان خدمتتون عرض میکنم یه اسلاید بعد یه مثال هست که اونجا توضیح میدم چه جوری باید تشخیصش بدیم. خب، یه تمرین با هم حل کنیم. میگه برای معذرت میخوام میگه برای دنباله زید یک الگوی مناسب بنویسید. حالا دنبالم چیه؟ یک چهار هفت خب میخوام تشخیص بدم ببینم آیا خطی هست یا خطی نیست همینطور که نگاه میکنید این دنباله داره سه تا تا بهش اضافه میشه یعنی هر جمله به علاوه سه جمله بعدی رو میسازه خب این به من نشون میده که این دنبال خطیه چون ارز کردم خدمتتون وقتی که یه عدد ثابت داره اضافه میشه دنباله من خطیه به همین دلیل میدونم که یه جمله عمومی به این صورت داره یعنی این یه ضریبی داره و یه عدد ثابتی مثل C در آخرش خب یعنی به این صورته اما مثلا اینجا عدد ثابت B شده خب CN میشه AN به علاوه B این میشه جمله عموما به این شکله. چرا به این شکل چون خطیه تو اسلاید قبلی دیدیم که خطی ها به این صورت بود چجوری تشخیص دادم که خطیه چون داره یه عدد ثابتی بهش اضافه میشه خب میدونم جمله اول من CN N1 جمله اول چون N شماره جمله بود پس این اون عددی که اون جمله شاملش میشه خب پس سی یک من یکه چرا یکه چون اولین جمله هم یکه اگه جای این یک بذارم میشه سی یک جمله اول هم یکه در نتیجه خب من بعد توی این جمله این جمله عمومی به جای این بذارم یک خب میذارم یک میشه آزب در یک آ میشه آزب در یک به علاوه بی که برابر با یکه همون جمله اول من از اینجا نتیجه میشه که آ به علاوه بی یک جمله دوم رو میذارم یعنی C دو برابر با چهار به جای این دو میشه آ زب در دو به علاوه بی که میشه چهار یعنی دو آ به علاوه بی میشه چهار مهم نیست که شما کدوم جمله رو قرار میدید حتی میتونید جمله سومو رو قرار بدید یعنی سه رو به دست بیارید حتی میتونید جمله چهارم هر جمله که دلتون خواست دو تا از جمله ها رو به دست بیارید چرا دوتا؟ چون من معادلم دو تا مجهول داره. یعنی من آ رو ندارم، بیرم ندارم. توی اینجا اگه من یه معادله فقط داشته باشم، یه معادله من با دو تا مجهول حل نمیشه. برای همین من به دو تا معادله نیاز دارم. حالا میخواید سی دو رو بذارید یا سی سه یا هر کدوم از این جمله ها رو بذارید درسته. که این دو تایی که من به دست آوردم اینجا یک دو معادله دو تشکیل میدن که با حل این دو معادله دو مچول از روش های مختلفی که خودتون یاد گرفتیم مثلا روش حذفی این بود که مثلا ما یه زدیبی تو یکی این جمله زر می کردیم که با جمله بعدی ساده بشه مثلا من توی یه منفی یکی رو ضربش کنم اون وقت این ضریب بی میشه منفی و با این جمع میشه و از بین میره اون وقت میشه آی مساوی با بعد آ رو میذارم توی یکی از این معادلا و بی رو به دست میارم که مساوی با منفی 2 خب الان آ رو دارم B هم دارم مجموعه من, من به دست اومد داخل همون الگوریتمی که اون های خطی داشتن الگوی خطی داشتن قرار میدم و به این صورت به دست میاد این جمله عمومی من حالا مرحله چک کردن میرسه میخوام اینم درست حل کردم یا غلط چجوری چکش میکنم یکی از این جمله ها رو داخلش قرار میدم مثلا جمله چهارم رو به جای n میذارم چهار چون جمله چهارم همه سه چهار تا دوازده تا منهای دو میشه ده یعنی همون جمله چهارم هم. این میشه حل این سوال این هم الگوریتمی که اینجا قرار داشت بود که ستا تا ازاد میشه من خودم براتون کشیم خب میریم سوال تمرین بعدی که در همین خصوص هستش الگوی من دو چار هشت چارده هه. خب میخوام ببینم آیا از یه اختلاف ثابت تبعیت میکنه یا نه خب این الان داره بهش مثلا دو تا اضافه میشه بعدی چهار تا خب بعدی شیش تا این نمیتونه الگوی خطی باشه چون یه مقدار ثابتی به هر کدوم اضافه نمیشه پس حتما الگوی غیر خطیه پس درجه n از یک بیشتره یا دو یا سه یا هر عدد دیگه که ما نمیدونیم حالا چنده برای حلش به اینجا توجه کنید الان دو داره دو تا بهش اضافه میشه میشه چهار 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 تا اضافه میشه میشه هشت هشت شیش تا اضافه میشه میشه چهارده که اگه شما به اختلاف اینا دقت کنید خود اختلاف هاشون داره دو تا بهش اضافه میشه یعنی اختلاف اختلاف هاشون یه مقداری ثابته تو سال قبلی اختلاف هر جمله ثابت بود اما تو این سال اختلاف اختلاف هاشون یه عدد ثابتیه پس درجه من دوه یعنی من هر طبقه ای که میرم پایین میشه درجه من الان من یک دو طبقه رفتم پایین تا به مقدار ثابتی رسیدم پس درجه من دوه اگه سه طبقه میرفتم ثابت میشد میشد سه چهار طبقه میرفتم میشد چهار پس درجه رنج تشخیص بودم اما تو کتاب شما غیر از یک فقط درجه دو بیان شده یعنی مثلا درجه سه شما ندارید درجه چهار ندارید برای همین وقتی دیدید خطی نیست اول چیزی که به ذهنتون میاد بدونید که درجه دوه و بعد سایر موارد خب چون درجه دوه پس من طبق اون اسلاید قبلی که الگوهای درجه دو رو برای شما معرفی کردم فرمولش به این صورته یعنی Cn مساوی با An2 به علاوه Bn به علاوه C خب این من دوباره باید مچول به دست بیارم مجهولم تو سال قبل دو تا بود فقط آ بود و B اما اینجا A, B, C مجهولای منه روش حلش دو حالته چون من سه تا مجهول دارم خب طبیعتا به سه تا معادله نیاز دارم که این مجهول ما به دست بیارم تو سال قبل دو تا مجهول داشتم و به دو تا معادله نیاز داشتم یعنی شما به تعداد مجهول به معادله نیاز دارید برای حلش پس من اینجا باید سه تا معادله داشته باشم که بتونم با سه معادله سه مجهول این سال رو حل کنم یکی از روش های اینه که من داخل جزوه این رو آوردم ولی روش کوتاهتری هم وجود داره برای حل که اینجا مثلا من خدمتتون توضیح میدم خب ما اختلاف اختلاف ها رو به دست آوردیم عدد دو یعنی گفتیم اختلاف اختلاف ها عدد دو. این اختلاف اختلاف ها رو برابر با دعا قرار میدیم همیشه همینجوری یعنی یه قراردادی بین ما که ما از این بعد همین کارو رو میکنیم روش کوتاهتره. یعنی دو آ رو یعنی دو برابر زدی به اندو که همون آ رو مساوی با اختلاف اختلاف قرار میدیم که همون دو. و از اینجا A ای رو به دست میاریم حالا من A رو دارم دیگه دوتا تا مجهول دارم دیگه لازم نیست سه معادله سه مجهول حل کنم چون دوتا تا مجهول دارم به دو تا معادله نیاز دارم برای همین دو تا از این شماره جمله ها رو به دلخواه داخل این معادله قرار میدم تا به دستشون بیارم مثلا من اینجا C1 و C2 رو انتخاب کردم که C1 برابر با 2 یعنی جمله اول من 2 پس به جای N باید 1 بذارم آ اند دو بود به جای n یک گذاشتم شد آ زب به توان دو به علاوه بی زب به علاوه سی مساوی با دو آیا من که یک بود از بالا به دست یک قرار میدم یعنی یک به علاوه بی به علاوه سی میشه دو که اینو ادامه بدی بیه به علاوه سی برابر با یکی سی دو رو جای گذاری کنی باید بشه چار یعنی به جای ان دو بذاری باید بشه چهار آ ضب در دو به توان دو به علاوه بی زب در دو به علاوه سی باید بشه چهار یعنی و اینو اگه ساده کنیم میشه دو بی به علاوه سی مساوی با سف خب این یک معادله من اینم یک معادله و با هم تشکیل دو معادله و دو مجهول میدن و من دوباره میتونم به روش حذفی اینو ضرب در منفی یک کنم و بعد اینا حذف میشم و آب به دست میاد آم که به دست اومده بود از قبل بیمونم که شد منفی یک طبق همین روش حذفی و سیمونم مونم شد دو آب. و بعد این ده. و بعد این ضریب ها رو در داخل اون معادله قرار میدن به جای آ میذاریم یک به جای بی میذاریم منفی یک و به جای سی میذاریم دو و به این صورت معادله من حساب میشه خب این شد کل چیزهایی که ما باید از الگوهای خطی و غیر خطی بدونیم یعنی یه الگوی به ما میدن و ما باید جمله اون رو بزنیم حالا ممکنه جمله دیگرش هم از ما بخوان مثلا اگه اینجا من گفته بود که جمله مثلا پنجاهم شنده من باید تا اینجا حل می و بعد اینجا این رو میذاشتم پنجاه اونم جمله پنجا هم چنده و بعد حسابش میکنه یعنی مثلا سی پنجاه برابر میشه با 50 به توان دو و منهای 50 به علاوه دو این رو به دست میاردم و این میشد سی پنجاه این بخش از تدریس ما به پایان رسید من فقط هدفم این بود که یه آشنایی با دنباله داشته باشید توی این مبحث توی قسمت های بعدی میتونید با دنباله های هندسی و دنباله های حسابی آشنا بشید این ویدیو بعدی شامل میشه امیدوارم که مفید بوده باشه موفق باشید